سرخط خبرها. شرکت هواوی چین خواستار آزادی فوری مدیر مالی ارشدش. رسانه‌های آمریکایی میگویند دستگیری منگ وانجو با نقض تحریم‌های ایران ارتباط دارد. ابلاغ آیین‌نامه دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران. معاون اول قوه قضاییه میگوید احکام دادگاه‌های ویژه به جز اعدام قطعی است. ادامه نشست کشورهای عضو اوپک در وین برای مقابله با کاهش بهای نفت. وزیر انرژی عربستان میگوید برای رسیدن به توافق خوشبین نیست. 3 سال پس از بحران زباله در خیابان‌های بیروت، فعالان محیط زیست میگویند ریختن زباله در سواحل مدیترانه در بلند مدت فاجعه بار است. سلام و عصر بخیر و اولین بخش خبری زنده امروز جمعه 16 آذر ماه از تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی خوش آمدید. در کانادا امروز قرار است منگ وانجو مدیر مالی ارشد شرکت چینی هواوی در دادگاه حاضر شود تا قاضی به درخواستش برای آزادی با قرار وثیقه رسیدگی کند. خانم منگ دیروز در ونکوور و به درخواست آمریکا بازداشت شده بود. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند این کشور در حال تحقیق درباره نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط شرکت هواوی است. این شرکت بزرگ مخابراتی بازداشت مدیر مالی ارشدش را غیر منطقی خوانده و خواستار آزادی فوری او شده. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی. شنبه گذشته و اجلاس 20 کشور ثروتمند جهان در بونوس آیرس آرژانتین، دیدار دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری های دو اقتصاد جهانی قدرتمند و رقیب. در این دیدار دو کشور توافق کردند جنگ تعرفه‌ای میان دو کشور را برای 90 روز متوقف کنند تا به گفتگوهای جاری میان نمایندگانشان فرصت بیشتری بدهند. دست‌هایی که فشرده شد و خیال فعالان اقتصادی دو کشور را تا حدی راحت کرد. اما در همان روز در کانادا اتفاق دیگری در جریان بود. اتفاقی که خبرش دیروز منتشر و آغاز تنشی تازه میان دو کشور شد. بازداشت منگ وانجو، مدیر مالی شرکت مخابراتی هواوی در ونکوور و احتمال استرداد او به آمریکا. وزارت خارجه چین بلافاصله به دستگیری خانم منگ واکنش نشان داد. چین موضع خودش را در این باره به وضوح و جداگانه به کانادا و آمریکا اعلام کرده و از اونها درخواست کرده که فوراً دلایل بازداشت را توضیح بدن و خانم منگ را به سرعت آزاد کنند و حقوق قانونی و منافع او را تضمین کنند. چین بازداشت خانم منگ توسط کانادا و به درخواست آمریکا را غیر منطقی خوانده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در واکنش به اظهارات مقام‌های چین گفته مسائل سیاسی هیچ نقشی در دستگیری خانم منگ نداشته. میتونم به همه اطمینان بدم که کشور ما سیستم قضایی مستقلی داره و مقام‌های ذی‌صلاح بدون هیچ دخالت سیاسی در این مورد تصمیم گرفتن. البته این پرونده داره در دادگاه بررسی میشه و محدودیت اطلاع رسانی داره و مناسب نیست که من نظر بیشتری در موردش بدم. خانم منگ دختر مؤسس شرکت هواوی است. از جمله اتهام‌های خانم منگ و شرکت هواوی دور زدن تحریم‌های ایران و صادرات فناوری عنوان شده. پیش از این در اردیبهشت ماه امسال شماری از رسانه‌ها و از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بودند که وزارت دادگستری آمریکا دست کم از سال 2016 در حال انجام تحقیقاتی در مورد شرکت هواوی و احتمال دست داشتن این شرکت در نقض تحریم‌های ایران است. اما ارتباط هواوی با ایران چیست و از چه طریقی ممکن است تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده باشد؟ خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مطلع می‌گوید شرکت هواوی فناوری‌های آمریکایی را به ایران منتقل می‌کرده، چیزی که آمریکا از مدت‌ها پیش نگران آن بود و به همین خاطر فعالیت هواوی و یک شرکت چینی دیگر به نام ZTE در این کشور را محدود کرده بود. از طرف دیگر به گفته وال استریت ژورنال، از روزنامه‌های مهم آمریکا کارآگاهان در این کشور تبادلات مالی را کشف کردند که به گفته آنها شرکت هواوی با ایران از طریق بانک HSBC بریتانیا انجام داده. بی بی سی دریافته که بانک HSBC هنوز در ارتباط با این پرونده مورد تحقیق قرار نگرفته.
در ژوئیه 2012 سنای آمریکا با استناد به گزارشی 300 صفحه‌ای از کمیته فرعی و دائمی تحقیقات سنا اعلام کرد که بانک بریتانیایی HSBC از چند سال پیش برای تروریست‌ها، قاچاقچیان و دیگر متخلفان پولشویی کرده، از جمله انجام دادن 28,000 تبادل مالی حساس بین سال‌های 2001 و 2007. چیزی حدود 20 میلیارد دلار از آن تبادلات در ارتباط با ایران بوده. در نهایت HSBC حدود 2 میلیارد دلار در ارتباط با این پرونده جریمه شد. اما اینکه تا چه حد و چطور هواوی از HSBC برای تبادلات مالی با ایران استفاده کرده یا نکرده هنوز مشخص نیست. محصولات هواوی در ایران برای مردم آشناست. این شرکت فروردین پارسال نسخه فارسی وبسایتش را در ایران به راه انداخت تا دسترسی کاربران را به خدمات و محصولات این شرکت آسان تر کند. مهدی بیگی، BBC. در ایران شورای نگهبان از محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به قوه قضاییه شکایت کرده. آقای صادقی پیشتر شورای نگهبان را به فساد مالی متهم کرده بود و پرسیده بود که آیا آیت الله جنتی از این موضوع خبر دارد یا نه. عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا گفته اظهارات آقای صادقی به حیثیت نظام و شورای نگهبان لطمه میزند. دادستانی متن شکایت را برای بررسی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کرده است. در خبر دیگری از ایران، آیین‌نامه مربوط به دادگاه ویژه اقتصادی ابلاغ شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران گفته احکام صادره در این دادگاه‌ها به غیر از اعدام قطعی است و قابل تجدید نظرخواهی نیست. آقای اژه‌ای گفته به همین دلیل قضات باید در همه مراحل دقت بیشتری کنند. همزمان موعد ابلاغ، اعتراض و تجدید نظرخواهی در حکمایی که امکان اعتراض به آنها وجود دارد هم کاهش یافته. آقای اژه‌ای گفته وجود دادگاه ویژه اقتصادی لازم است چون کشور در شرایط جنگ اقتصادی است. محمد مصطفی حقوقدان از شهر اسلو نروژ با ماست. آقای مصطفی، دادگاه ویژه دیگه هم در ایران داریم، مثلا مثل دادگاه ویژه روحانیت. چه شده که ایران در واقع قوه قضاییه به فکر ایجاد دادگاه ویژه اقتصادی افتاده؟ نه، دادگاه ویژه اقتصادی یک دادگاه نوینی نیست. در گذشته هم دادگاه ویژه اقتصادی داشتیم، ولی چیزی که مهم هست آیین‌نامه‌ای هستش که هفته پیش تصویب و ابلاغ شد. ریشه این آیین‌نامه برمیگرده به روز 20 مرداد 1397 که رئیس قوه قضاییه نامه‌ای به رهبری می‌نویسند و از ایشون درخواست می‌کنند که اختیارات بیشتری بهشون داده بشه، به قوه قضاییه داده بشه تا بتونن به جرم اقتصادی با قدرت بیشتری رسیدگی بکنن به این جرایم. آیین‌نامه‌ای که تصویب شده در هفته گذشته مورد بحث هست و این آیین‌نامه در طول 40 سال گذشته، تصویب چنین آیین‌نامه‌ای در طول 40 سال گذشته سابقه نداشته و کاملا برخلاف قانون هست، به دلیل اینکه در این آیین‌نامه مواردی اومده که مطابقت با قانون نداره. به عنوان مثال ابلاغ و اعتراض‌ها می‌بایست حد اکثر در 5 روز صورت بگیره و این در صورتیه که در قانون زمان 20 روز هست و وکلای خاصی در این پرونده دخالت می‌کنن، در صورتی که هر متهمی این حق رو داره که از هر وکیلی که خودش دوست داشت و انتخاب بکنه و در دادگاه حاضر بکنه اون وکیل رو. نفس تحقیقات در دادسرا میباید صورت بگیره که در اینجا در دادگاه صورت میگیره و از همه بدتر این که تمام احکام دادگاه ها قطعی هست در این گونه موارد بجز اعدام که مهلت تجدید نظرش 10 روز هست که میباید 20 روز باشه. همونطور که شما هم گفتین این آیین‌نامه بی سابقه است، به خصوص به این که اجازه تجدید نظرخواهی رو از کسانی که حکم گرفتن میگیره. آیا در دادگاه دیگه‌ای در ایران سابقه داشته که چنین آیین‌نامه‌هایی وجود داشته باشه که اجازه اعتراض رو بگیره از متهم؟ ببینید، خب در قوه قضاییه سعی میکنه که از قدرت خودش سوء استفاده بکنه. ببینید، اگه ما بخوایم به همین موضوع اشاره بکنیم، در جرم اقتصادی کسانی که به نوعی درگیر جرم اقتصادی میشن، اونها قصد این رو ندارن که به حکومت ضربه بزنن یا به نظام ضربه بزنن. قصدشون هست که کسب درآمد بکنن و خب این کسب درآمد گاهی اوقات برخلاف سیستم دولتی میتونه باشه که دولت میتونه راه‌های مقابله با
خلاف در جرم اقتصادی رو بگیره و قوه قضاییه نمیتونه دخالت بکنه. ما داریم در رابطه با دادگاه های دیگه مثل دادگاه های انقلاب که چنین احکامی صادر شد، ولی این آیین‌نامه توسط رهبری تجویز بشه و اجازه داده بشه و مجلس دخالت نکنه در تصویب مقرراتی که در این آیین‌نامه هستش کاملا بی سابقه بوده. ممنونم از شما محمد مصطفی حقوقدان از شهر اوسلو نروژ با ما. در پی انتشار گزارشی مبنی بر تنبیه یک دانش آموز در یکی از مدارس همدان، مدیر و معاون این مدرسه برکنار و معلم خاطی از کار تعلیق شده. همچنین هر سه نفر به هیئت تخلفات اداره کل آموزش و پرورش معرفی شدند. بر اساس گزارش ها در چند روز گذشته یکی از دانش آموزان پایه هفتم مدرسه شهید مقصودی همدان توسط معلم کلاس تنبیه شده بود. بنا به گفته دیگر دانش آموزان، تعدادی از آنها نیز به درخواست معلمشان در تنبیه دانش آموز مورد نظر شرکت کرده بودند. امام جمعه اهل سنت زاهدان حمله انتحاری به مقر فرماندهی پلیس چابهار را محکوم کرده است. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در اطلاعیه گفته ایجاد ناامنی به نفع مردم منطقه نیست و تنها فرصت سوء استفاده را برای دشمنان فراهم می‌کند. دست کم دو مأمور پلیس در حمله صبح پنجشنبه در چابهار کشته شدند. این انفجار چندین غیر نظامی را هم زخمی کرد. تشییع جنازه دو مأمور کشته شده امروز برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها از ایران، به دنبال بارندگی شدید در شمال استان خوزستان برخی از مناطق شهری و روستایی دچار آب گرفتگی و سیل شدند. به دنبال آب گرفتگی شدید در معابر چند خودرو هم دچار حادثه شدند و یک نفر هم جان خود را از دست داده. صاعقه و سیل همچنین موجب قطع برق در شهر ایزه و مسدود شدن محور شوشتر در استان خوزستان شده. تیم‌های امدادی هلال احمر برای کمک به این مناطق اعزام شدند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از تصمیم دولتش برای ترک توافق هسته‌ای و تحریم ایران دفاع کرده. دونالد ترامپ در مراسم عید یهودی هانوکا در کاخ سفید سخن گفت. آقای ترامپ دوباره ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند و گفت مصمم است مانع دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای شود. ما توافق وحشتناک هسته‌ای رو ترک کردیم. توافق خیلی خیلی وحشتناکی بود که از اولش هم نباید انجام می‌شد. سخت‌ترین تحریم‌هایی که تا حالا دیده شده رو علیه ایران اعمال کردیم. تحریم‌هایی که کمتر کشوری نظیرش دیده. هرگز نباید به ایران اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای دست پیدا کنه. نباید بذاریم مرگبارترین سلاح روی زمین به دست رژیمی بیفته که بزرگترین حامی تروریسمه. رژیمی که فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میده و همواره اسرائیل رو تهدید به نابودی میکنه. نمیذاریم چنین اتفاقی بیفته. دونالد ترامپ بود رئیس جمهوری آمریکا. اما در وین مذاکرات کشورهای صادرکننده نفت درباره کاهش تولید ادامه دارد. امروز صبح قرار بود وزیران 24 کشور عضو و غیر عضو اوپک با هم دیدار کنند، اما پس از آنکه دیروز جلسه وزیران نفت اوپک بدون رسیدن به نتیجه قطعی به پایان رسید، آنها صبح امروز مذاکرات را از سر گرفتند. نشست وزیران اوپک و غیر اوپک هم به بعد از پایان جلسه اوپک موکول شد. اختلاف بر سر میزان کاهش تولید و چگونگی توزیع آن میان کشورها، به ویژه میزان مشارکت روسیه در کاهش تولید، رسیدن به توافق را دشوار کرده. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما از دبیرخانه اوپک در وین با ماست. بهرنگ، به نظر میرسه که مذاکرات وارد پیچ سختی شده. دقیقاً دیشب وقتی بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران این ساختمون رو ترک میکرد، بعد از ساعت‌ها مذاکره، دقیقاً از کلمه سخت استفاده کرد برای مذاکرات. گفت یکی از سخت‌ترین مذاکرات اوپکی بوده که تا الان تجربه کرده، که آقای زنگنه تجربه زیادی هم در این زمینه داره. وزیران نفت دیگه هم صحبت از این می‌کردن که شاید اصلا توافقی حاصل نشه، و همین خاطر امروز صبح برخلاف برنامه قبلی دوباره اومدن و شروع کردن به مذاکره، و صبح تا الان هم خبرهای زد و نقیزی در مورد اینکه به توافق رسیدن به توافق نرسیدن، تقصیر ایران، تقصیر عربستان، در مورد همه این جور خبرها اومده. یه ساعت پیش وزیر نفت کویت اصلا ساختمون رو ترک کرد و خیلی از خبرنگارا جمع شدن ببینن که بقیه هم میرن یا نه، آیا به معنی شکست مذاکرات یا نه، ولی خب تا موقعی که من بودم اون بالا حداقل کس دیگه ای نرفت. خبرهای الان منتشر شده از
طریق خبرگزاری رویترز که ممکنه به یه توافقی رسیده باشن در مورد اینکه مثلا اوپک، کشورهای اوپک 800 هزار بشکه در روز تولیدشون رو پایین بیارن و کشورهای غیر اوپک یعنی روسیه و 9 کشور دیگه هم 400 هزار بشکه تولیدشون رو پایین بیارن بشه 1,200,000 تا. ولی با توجه به همه خبرهایی که این چند روز ما شنیدیم میگم باید، به نظر من میاد که باید صبر کرد تا خبر قطعی و رسمی اعلام بشه. دیروز هم بعد از اینکه به توافقی نرسیدن اعضا، ظاهرا قیمت نفت باز هم کاهش پیدا کرده، اختلاف بر سر همونطور که خودت هم گفتی میزان کاهش تولید هست. یه مقداری در مورد اون برامون بیشتر توضیح بده. ببین چند تا سوال هست. یکی اینکه مبنای اختلاف رو کجا در نظر بگیرن؟ آیا مبنای اختلاف رو توافق دو سال پیش و سهمیه‌های تعیین شده دو سال پیش در نظر بگیرن؟ آیا مبنای توافق رو مثلا سه ماه اوت سپتامبر اکتبر امسال در نظر بگیرن یا ماه گذشته میلادی ماه نوامبر؟ ببین اختلاف این سه تا مبنا 1,000,000 بشکه در روز فقط تولید نفت عربستان بین این سه تا فرق میکنه. یعنی عربستان سهمیش حدود 10,000,000 بشکه بود، دو سه ماه قبل حدود 10,600,000 بشکه تولید میکرد و بعد تو ماه نوامبر حتی تولیدش به بالای 11,000,000 بشکه رسید. پس اینکه از کجا کم میکنن، به نسبت کجا کم میکنن خیلی مهمه. نکته دوم اینه که ایران به طور خاص میخواد که از هر گونه کاهشی در سقف تولید مستثنا باشه، به خاطر اینکه میگه که ما ایرانی ها سهمیه تولیدمون 4,000,000 ولی ما الان عملا داریم 3,000,000 بشکه تولید میکنیم. این تو این شرایط تحریم نمیتونیم به اندازه ظرفیتمون تولید کنیم، به اندازه سهمیه‌مون تولید کنیم. این به همین خاطر ما باید مستثنا باشیم. و یه نگرانی هم که وجود داره اینه که مثلا هر عددی اعلام بشه اگه یه چیزی ازش مثلا فرض کنین از این 800,000 بشکه اگه قرار بود 100,000 بشکهشو ایران کم کنه، ایران که اصلا به سهمیه‌اش نمیرسه، در واقع 700,000 بشکه کم میشه. به نظر میاد یه خورده بازی با اعداد و ارقام به دلایل سیاسی، کسایی که میخوان بالاتر نشون بدن، کسایی که میخوان پایین‌تر نشون بدن. در نتیجه تا وقتی که توافق نیاد و تا وقتی مبنا معلوم نشه و این توزیع کاهش معلوم نشه، خیلی نمیشه با اطمینان گفت که چه اتفاقی برای بازار نفت میفته. الان ازت بهنگ ما در بخش بعدی خبری هم باز به تو برخواهیم گشت در وین و اگر خبر تازه‌ای باشه با بینندگانمون در میون بذاریم. ممنون. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. شرکت هواوی چین با غیر منطقی خواندن بازداشت مدیر مالی ارشدش در کانادا خواستار آزادی فوری او شده. معاون اول قوه قضاییه ایران از ابلاغ آیین‌نامه دادگاه‌های ویژه اقتصادی خبر داده. غلامحسین محسنی اژه‌ای میگوید احکام دادگاه ویژه به جز اعدام قطعی است. در ادامه برنامه، فعالان محیط زیست در لبنان میگویند ریختن زباله در سواحل مدیترانه پیامدهای فاجعه باری دارد. قطعنامه‌ای که نیکی هیلی سفیر آمریکا دیروز در محکومیت گروه فلسطینی حماس به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد، رأی کافی را برای تصویب به دست نیاورد. در مقابل قطعنامه پیشنهادی ایرلند که خواستار صلح عادلانه و پایدار بین اسرائیل و فلسطینیان شده بود، با 156 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف آمریکا، اسرائیل، استرالیا، جزایر مارشال و لیبریا تصویب شد. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ تصمیم گرفته سخنگوی کنونی وزارت خارجه آمریکا را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل معرفی کند. بهمن کرباسی خبرنگار ما از نیویورک با ماست. بهمن، چه شد که قطعنامه محکومیت حماس رأی نیاورد؟ برای اینکه سازمان ملل مجمع عمومی قبلا تصویب کرده بود که باید 2/3 آرا رو بیاره این قطعنامه برای اینکه تصویب بشه، و خب با اینکه اکثریت نسبی رو آورد 87 رأی در برابر 58 رأی و 33 رأی ممتنع، تصویب نشد. البته این هم کم و بیش یک پیروزی است برای مخصوصا اسرائیل که بیشتر قطعنامه‌های مورد نظرش اساسا مطرح نمیشه یا اونهایی که باش مخالفن حداکثر 3-4-5 تا کشور دیگه از جمله آمریکا و چند تا کشور کوچک باش همراه میشن. این بار 87 کشور در دنیا اون محکومیت حماس رو بهش رأی دادن. برای همین هم سفیر اسرائیل در مجمع عمومی دیروز استقبال کرد، در اینی که حمله تندی کرد به اونهایی که رأی ندادن. حتی نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو هم
گفته است که خود این اکثریت نسبی یک پیروزی است، ولی خب به اون دو سوم نرسید. در مقابل هم همونطور که در مقدمه گفتید، این قطعنامه الزام آور نیست، هر سال در پایان سال میلادی تصویب میشه در مجمع عمومی و بیشتر نقش یک وزکشی سیاسی بین کشورها رو داره. ولی به هر حال اون قطعنامه‌ای که ایرلند داد که فلسطینی‌ها ازش حمایت می‌کردن، خب رأی خیلی سنگینی آورد، بالای 156 تا رأی آورد در مقابل اون 5 رأی آمریکا و اسرائیل و استرالیا، اون دو کشور کوچکتر. ولی به هر حال برای اسرائیل حداقل یک قدم رو به جلو بود که یک بار برای اولین بار اساساً قطعنامه در محکومیت حماس طرح بشه و بعد همین که اکثریت نسبی بهشون رأی بدن با اینکه تصویب رسمی نشد. گزارش هایی هم یا حتی شایعاتی وجود داشت در مورد اینکه چه کسی قرار است جایگزین خانم نیکی هیلی بشه در سازمان ملل، نماینده آمریکا در سازمان ملل. ظاهرا اون در واقع حرف های پشت پرده و اینها درست از آب در اومده. دقیقا یک ماه و نیم پیش بود که گزارش شد که نظر آقای ترامپ به سخنگوی فعلی وزارت خارجه خانم هدر نورت هست، ولی اون وقت تایید نشد. میدونیم که قبل از اون خانم هیلی اعلام کرده بود که میخواد این پست رو ترک بکنه. اون چیزی که دیروز رخ داد در واقع آخرین تلاش دیپلماتیک خانم هیلی در سازمان ملل بود، چون حدود 3 هفته دیگه از این مقام میره و حالا اون چیزی که رسانه‌های آمریکا دارن گزارش میدن این از تایید این خبر یک ماه خورده پیش است که خانم هدر نورد میاد و معرفی میشه. البته باید رأی اعتماد مجلس سنا رو بگیره، ولی با توجه که جمهوری خواهان در مجلس اکثریت دارن نباید مشکل جدی مواجه بشه. ولی انتقادات بهش به این انتخاب زیاد هست، به خاطر اینکه او یک قبل از اینکه این 2 سال سخنگوی وزارت خارجه بشه در شبکه فاکس یک مجری بوده و تجربه دیپلماتیک نداره، در حالی که به هر حال سفیر آمریکا در سازمان ملل یک مقام خیلی جدی و نیازمند یک مقداری حداقل در گذشته تجربه دیپلماتیک هست. و همزمان این تکرار این انتقاد که آقای ترامپ خیلی از کسانی که انتخاب میکنه برای پست‌های کلیدی رو در کاخ سفید و اطرافش از کسانی است که در شبکه فاکس، شبکه دسترسی فاکس که طرفدارش هست، انتخاب میکنه. این بارها اتفاق افتاده، اینجا هم تکرار میشه. ولی به هر حال دست کم در 2 سال گذشته ایشون در وزارت خارجه سخنگو بوده و آشنایی داره تا حدودی با اونچه که در این وزارت خونه میگذره و انتظاراتی که ممکنه از سفیر بره. یه مسئله دیگه هم وجود داره، این است که سفیر آمریکا در سازمان ملل یک مقام در حد وزیره، یعنی در جلسات کابینه شرکت میکنه، ولی تلاش‌های مثل اینکه در جریان هم از سوی وزیر خارجه آمریکا هم از سوی آقای بولتون مشاور امنیت ملی که این مقام رو بیارنش پایین و دیگه عضو کابینه نباشه و سفیر مستقیما به وزیر خارجه گزارش بده، که اینم یه تغییری است در واقع، یه مقداری سطح وزیر سفیر آمریکا در سازمان ملل رو پایین‌تر میاره نسبت به گذشته. همراه آزاد بهمن کواسی، خبرنگار ما از نیویورک. جوزف دانفورد، جنرال ارشد آمریکایی، میگوید نیروهای این کشور باید در افغانستان بمانند تا از تکرار حملات مشابه 11 سپتامبر جلوگیری کنند. جنرال دانفورد گفته حضور نظامیان آمریکا در افغانستان توانسته مانع منسجم شدن دوباره نیروهای دشمن شود تا آنها نتوانند بار دیگر آمریکا را تهدید کنند. دولت یمن میگوید فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایتخت این کشور، در صورتی میتواند بازگشایی شود که هواپیماها ابتدا در فرودگاه‌های تحت کنترل دولت بازرسی شوند. این پیشنهاد در روز دوم مذاکرات صلح در سوئد مطرح شده. روسی‌ها کنترل فرودگاه صنعا را در دست دارند و بازگشایی آن یکی از خواسته‌های اصلی آنها در این مذاکرات بوده. کریستوف کاستنر، وزیر کشور فرانسه، میگوید مقام‌های این کشور اعتراض‌های خشونت‌آمیز بیشتر در این کشور را تحمل نخواهند کرد. قرار است معترضان فرانسوی معروف به جلیق زردها فردا باز هم تظاهرات برگزار کنند. وزیر کشور فرانسه گفته گروه‌های افراطی در صدد سرنگونی نظام هستند. او در این حال افسوده بین این افراد و کسانی که اعتراضشان صلح‌آمیز است تفاوت وجود دارد. وزیر کشور فرانسه گفته پلیس خود را برای اعتراض‌های فردا آماده کرده. بسیاری از موزه‌ها و جاذبه‌های توریستی پاریس از جمله برج ایفل فردا تعطیل خواهند بود. حزب حاکم دموکراتیک مسیحی آلمان برای انتخاب جانشین آنگلا مرکل رهبر حزب در شهر هامبورگ تشکیل جلسه داده. خانم مرکل که همچنان صدر اعظم آلمان باقی خواهد ماند، رهبری این حزب را به مدت 18 سال بر عهده داشت. از یک ماه پیش اعلام کرد که دیگر خود را برای رهبری حزب نامزد نمی کند. انتخابات فدرال در آلمان 3 سال دیگر برگزار می شود، اما به گفته ناظران ادامه کار خانم مرکل به عنوان صدر اعظم پس از تقسیم قدرت با رهبر جدید حزب کار مشکلی خواهد بود.
اما ریختن زباله در خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان سالها به یک بحران تبدیل شده بود تا اینکه دولت این کشور از حدود 3 سال پیش برنامه جمع‌آوری زباله را آغاز کرد. اما فعالان محیط زیست می‌گویند راه حل‌های کوتاه مدت از جمله ریختن زباله در سواحل دریای مدیترانه موجب یک فاجعه زیست محیطی خواهد شد. مارتین پیشنس خبرنگار ما در بیروت، خبرنگار بی بی سی البته، از بیروت این گزارش رو فرستاد. زیبایی مدیترانه غیر قابل انکار است، اما در لبنان در این دریا آشغال می‌ریزند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این قطعه زمین از دریا بازگیری شده، اما در واقع از ده‌ها تن زباله درست شده که هر روز به دریا ریخته می‌شود. راه حلی کوتاه مدت برای مقابله با انباشته شدن زباله در شهر. 30 سال است که بتوم اولود در این آب‌ها غواصی کرده، اما اخیراً نگران شده. من را به یکی از جاهای دیدنی لبنان می‌برد. پیجن راکس. بله، این سمبل بیروته، اما الان می‌بینین که کنارش پر از آشغال شده. قبلا سبز بود و سرشار از زندگی. روی صخره‌ها پر از خرچنگ بود، اما دیگه اثری ازشون نیست. ما 10-12 سال پیش متوجه شدیم، اما الان تعدادشون کمتر و کمتر هم شده. هر چیزی که زنده بود داره از دست میره. درسته که صخره ها میمونن، اما موجوداتی که روش زندگی میکردن دیگه ناپدید شدن. من میرم یه نگاهی بندازم ببینم زیر آب چه خبره. میبینمتون. ما یک لاک پشت دیدیم که کم پیش میاد، اما این آشغال های زیر آب بودن که بتوم رو عصبانی کردن. اون میگه که حیات موجودات آبی به خاطر این آشغال‌ها و جاری شدن سموم شیمیایی از بین میره. کارشناسان هشدار دادن که لبنان با یک فاجعه زیست محیطی روبروه. خیلی بده، چون ما داریم همه چیز رو میریزیم تو دریا و زمینای اطرافش. زمین رو آلوده میکنیم، دریا رو آلوده میکنیم، خاک رو آلوده میکنیم، چون همه جا به طور آشکار آشغال میریزیم. اما چند شرکت دارن تلاش میکنن اوضاع را تغییر دهند. ریسایکل بیروت آشغال‌های بیش از 1000 خانه را جمع‌آوری می‌کند. روزی 5 تن زباله. اما چالش بزرگ این شرکت این است که مردم اهمیت بازیافت را درک کنند. اگه عادت نشه چیزی تغییر نمی‌کنه. مردم اول باید عادت کنن، مثل آب خوردن، غذا خوردن، تا نسل بعدی هم یاد بگیرن و براشون عادی بشه. اما این تنها اول کار است. بازیافت به ندرت در لبنان دیده می شود. این کشور برای جبران گذشته راهی طولانی در پیش دارد. مارتین پیشنس، بی بی سی نیوز، بیروت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا دقیقه دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهد بود.